درود فروان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز چهارشنبه پنجم بهمن ماه، آخرین روز هفته، روز خونینی برای بورس بود و 2% شاخص کل، 2% هم تقریبا شاخص کل هموزن اصلاح را تجربه کردن تا شاخص کل تقریبا دیگه به سطح حمایتی خودش خیلی نزدیک بشه. الان 1,611,000 و در هر حال اولین حمایت در 1,600,000، البته 1,580,000 تا 1,600,000 توی این محدوده‌ای در نظر بگیریم شاید بهتر هستش. دیگه تقریبا یک کندل یا نهایتا دو کندل قرمز دیگه جا داره تا اصلاح کامل بشه و شرایط مجددا برای صعود مهیا بشه، مگر اینکه مجددا یک اتفاق غیر منتظره بیفته و به نوعی میشه گفتش که اوضاع بورس به هم بریزه، وگرنه تا اینجا فعلا نرماله. تا 1,580,000 هم برسه نرماله، کمترش دیگه یه مقداری بازار را به هم میریزه. از نقشه هم مشخص، نقشه پایانی تقریبا بازار به لیدری خودرویی ها امروز منفی بوده و بیشترین یا بزرگترین درشترین منفی ها را هم توی خودرویی ها داریم مشاهده میکنیم. انبوساز ها تقریبا درشترین سبز ها را امروز به خودشون اختصاص دادن. توی بقیه گروه ها بالاخره چند تا سبز پیدا میشه، ولی خب تعداد قرمز ها قطعا خیلی بیشتر هستش و دقیقا بورس داره در رنگ قرمز فعلا خودنمایی میکنه. یکی از دلایلی که به اصطلاح بورس در خودرویی ها قرمز شد نتیجه گزارش دیروز هستش که در جلسه شورای عالی بورس منتشر شد. البته همه جا اومدن تیتر زدن که در شورای عالی بورس عرض کنم خدمتتون که مشکل خاصی هم به وجود نیامده، رأی قاطع شورای عالی بورس به ادامه عرضه خودرو در بورس کالا. ولی وقتی که این گزارش خونده میشه نه تنها قاطعیتی توش وجود نداره، بلکه ابهام خیلی زیادی به وجود میاد اونجایی که نتیجه را به صلاح گفته. ببینید نمیشه در این راستا مقرر شد عرضه خودرو در بورس کالا منطبق با مصوبه شورای عالی بورس تا زمان، اینجاش مهمه ببینید، تا زمان اتخاذ تصمیم از شورای از سوی شورای رقابت ادامه پیدا کند. یعنی چی؟ یعنی اگر زمانی، این زمان که یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، شورای عالی رقابت، شورای رقابت ببخشید، اومد و اتخاذ تصمیم کرد که دیگه خودرو در بورس ارائه نشود، این متوقف خواهد شد. این چه قاطعیتی هستش که اینا نوشتن؟ قاطعیت یعنی این که بگن که آقا جون به هیچ عنوان فروش خودرو در روشی غیر از بورس کالا ادامه پیدا نخواهد کرد و اصلا درست نیست، استاندارد نیست یه همچین روش فروشی. اون میشه قاطعیت. این که اومدن گفتن آقا حالا فعلا تا زمانی که اونها اتخاذ تصمیم بکنن ما میفروشیم، خب حالا اومدیم یه هفته دیگه اینا اتخاذ تصمیم کردن گفتن آقا دیگه نفروشید، یه جورایی میشه گفتش که خیلی گزارش نهایی رو بد اعلام کردن. حالا شاید واقعا اتفاقات دیگه‌ای باشه و من نمیدونم. البته اینجا نمیشه طبق رایزنی ها با برخی اعضای شورا، عمده اعضای شورا رقابت پذیرفتن که قیمت های پایه اعلامی خودروها صحیح نیست و باعث زیان به تولید کننده ها شده و حتما نیاز به بازنگری جدی دارن. یعنی چی؟ یعنی که یه جورایی من فکر کنم دارن یه توافق با هم میکنن از بورس کالا درش بیارن، ولی مثلا به اون قیمت های خیلی مفت هم که قبلا میدادن دست رانت ندن، یه مقدار بالاتر بدن به رانت. فرض کنی قبلا یه خودرو رو 200,000,000 میدادن به رانت، رانت میومد
توی بازار آزاد 400 میلیون میفروختش. 200 میلیون اینجا رانته سود میکرد. حالا این خودرو پای خود کارخونه در اومده بود 230 میلیون. 30 میلیون هم ضرر میکرد کارخونه. توی بورس آوردندش قیمت پایه رو مثلا گذاشتن 250 میلیون، ولی خودروه 300 میلیون توی بورس کالا فروش میرفت. خب اینجا 70 میلیون برای کارخونه میمون، 100 میلیون هم برای مصرف کننده میمون. وسط کار رانت هیچی گیرش نمیومد. حالا اینا اینگونه به نظر میرسه که شورای رقابت گفتن آقا جون باشه ما حرفی نداریم، تو هم یه چیزی این وسط گیرت بیاد. به رانت گفتن، این شورای رانت دیگه، به شورای رانت گفتن ما حرفی نداریم، شما چیزی دیگه گیرت بیاد، ولی دیگه اینجوری نباشه که کارخونه ضرر بکنه. 230 تومن بیاد بده 200 تومن، شما بیا مثلا همون 230 تومن رو بده 270 تومن، بعد برو بفروش همون 400 تومن، 130 تومن گیر رانت بیاد، اینجا مثلا 40 تومن هم گیر کارخونه بیاد که اینا یه مقداری از ضرردهی خارج بشن. احتمال این قضیه بیشترین چیزی هستش که تو این گزارش میشه ازش متوجه شد. یعنی یه جوری در نهایت مصرف کننده باز با مشکل مواجه خواهد شد. البته خب الانه یه نامه دیدم که از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس قوه قضاییه که به نوعی میگه که آقا بیا جلوی رانتا بگیر و این چه مسخره بازیه در وردید آخر کار. یعنی کلش همینه دیگه، آقا یعنی چه خودرو تو بورس کالا داره فروش میره، قشنگ کشف قیمت میشه، اجماع حاصل شده، مصرف کننده داره سود میکنه، کارخونه داره سود میکنه، همه واسطه گرا و دلالا دستشون کوتاه شده این وسط. بعدن یه عده میگن نه این رانت را بایستی که پاس بداریم و خلاصه واقعتش دیگه نمیدونم چی باید بگم. از طرفی قرار شده که ایران خودرو هم به زودی بیاد بزرگترین ارزم خدمتتون نه عرضه فروش خودرو را داشته باشه در دهه فجر. ببینید شرکت ایران خودرو در نظر داره به مناسبت فررسیدن دهه فجر بزرگترین طرح پیش فروش تاریخ این شرکت را اجرایی نماید. حالا نمیدونم یه قرعه کشی بزرگی فکر کنم میخواد راه بندازه و احتمال زیاد دوستان داستان همینه. یعنی که اینا میخوان با یه تعداد بسیار زیادی خودرو بیان جلو و حالا این وسط رانته بگه باشه من یه ذره کمتر میخورم، ولی حالا مثلا 200 میلیون نمیخورم، 100 میلیون توش میخورم، اما دیگه ندیدم دست مردم. یه کار این شکلی یا احتمالا میخوان تو انجام بدن حالا تحت عنوان پیش فروش، چون این طرها آخرش میبینیم که میفته دست رانت. یعنی یه تعدادی میان قرعه کشی میکنن، حالا مثلا به مردم هم تعداد خیلی کمی میدن که آقا ما این کارو کردیم، ولی بعد آخر کار میبینی که اون پشت کار همه داره چی میشه. مثلا 100 تا شدن به مردم، 10000 تاشو اون طرف خودشون دادن دست رانت و اون داره تو بازار آزاد میفروشه. اسم این کارم میکنم مثلا پیش فروش، بزرگترین طرح پیش فروش و تاریخی و فلان و این حرفا. ولی خب چیزی که مشخصه فقط بورس بود که اینها رو خیلی شفاف میکرد. وقتی حالا بورس از بین رفته، بورس کالا از بین بره، البته هنوز از بین نرفته، ولی اینجوری که اینا صحبت کردند و محکم نیومدن، حالا ببینیم تصمیم شورای رقابت چیه. خب یعنی همین دیگه، یعنی که یه جورایی میخوان برش دارن. و خب بازار این گونه امروز جواب داد، یعنی بازار هم درک کرد این قضیه رو و میبینید که خودرویی ها امروز بدجور قرمز شدن، یه جورایی با این مشکل فعلا مواجه هستیم. الگو ساعتی هامون هم سباق، امید، کساپا، کسرا، سدشت، دالبر، وحور و نمرینو که حالا شاید یک دوتاشون هم اینجا توی صفحه خرید باشن که باید ببینید در صورت الگو ساعت نیستن. تعداد نمادهایی که قدرت خریدار حقیقی 6 برابر فروشنده حقیقی بود امروز مجددا کاهش پیدا کرد. میبینید که حدودا یک صفحه هستش، حتی از یک صفحه هم دو سه نماد کمتره. این نمادهایی هستن که اینجا مشاهده میکنید که حالا یک دوتاشون هم خب عرض اولیه‌ای هستن و خب اونا رو هم یه جورایی باید از لیست فعلا خارجشون بکنید. از اون نمادها هم هیچ کدومشون امروز حجم خوب و بالایی نخوردن غیر از فروش که حجمش تقریبا خوب بوده. بقیه فیلترامون هم که میبینید فعلا چیزی نشون نمیده. سهامایی که بعد از اصلاح تقریبا حالت سعودی به خودشون گرفتن، بالاس
شرکت قند پیستون، قپیستو و بترانس هستش که حالا روی این فیلتر داریمشون. بقیه فیلترها چیز ندارن. اینایی که امروز صفحشون جمع شد، صفحه فروششون جمع شد، اینجا خوبه تقریبا. یعنی این قسمت میشه گفتش که تقریبا داره تطبیق میکنه با اون شاخص 1,600,000 که ما صحبت کردیم در ارتباطش که میتونه نقطه حمایتی باشه و میبینید که برخی نمادها در حال امروز صفحه فروششون جمع شده روی 1,611,000. این احتمال داره که روزهای آینده هم بیشتر بشه. خب پیشبینی فردا رو هم مشاهده میکنید، ها نمادهایی هستن که برای فردا پیشبینی میشه که تعداد دارویی ها تقریبا میشه گفتش که توی این لیست از همه بیشتر هست. اینها نمادهایی هستن که RSI زیر 20 دارن که میبینید حالا بالاخره تعدادشون یه تعدادی بیشتر شده نسبت به روزهای قبل که فقط دوتا بودن، حالا شاید سه تا شدن، ولی هنوز نمادهای زیادی هستن که RSI بالای 80 دارن و مستعد اصلاح هستن این نمادها. البته خب حالا این که میگیم زیاد، شاید اودم مثلا 80-90 تا بیشتر اینجا نباشه، 80-90 تا 100 تا نماد هستش نهایتاً که RSIشون در این محدوده قرار گرفته. این مشخص بکنه که بقیه نمادها اصلاحشون را انجام دادن یا دارن انجام میدن، RSI اومده پایین و هنوز به محدقه 20 نرسیدن، ولی مثلا شاید اومدن رو 40-50 و وسط کار هستن و جا دارن که بیان به 20 و زیر 20 هم برسن، که خب قطعا اون موقع ما اگه برسیم به شاخص 1,600,000 یا 1,580,000 روی نقطه حمایتی، تعداد نمادهای این فیلترمون بیشتر میشه. خب اینجا هم عنوان ببینید، نوشته ترکش های نامه شورای رقابت بر جان بورس افتاد. خب دقیقا همچین چیزی هستش. فعلا ارزش معاملات البته خوبه، فعلا 9,400 میلیارد تومان هستش و فقط خروج پول امروز خیلی زیاد بود و سنگین پول خارج شد از بورس. 1,500 میلیارد داشت، 1,500 میلیارد تومان امروز از بازار خارج شد که یکی از سنگین ترین خروج های پول شاید محسوب بشه توی این چند وقته اخیر. دیگه ما خروج پول داشتیم، مثلا 200-300 میلیارد، 400 میلیارد توی دو سه ماه اخیر نداشتیم 1,500 میلیاردی. با وجود این که ببینید 1500 میلیارد رفته بیرون، اونقدر منفیه زیاد نبود، یعنی حالا 2% بیشتر نیست، هم شاخص کل هم شاخص هموزن. 1500 میلیارد بره بیرون، مثلا ما باید حتما یه منفی 3.5 رو تجربه میکنیم، 3-3.5 رو تجربه میکنیم و خب این نشوندنده این هستش که هنوز حاضر نیستن خیلی از به اصطلاح افراد در قیمت کف کانالی بفروشند نمادشون رو، در صفحه فروشی بفروشند، قیمت فروختن ولی قیمت های مثلا -1، -2 اینجوری فروختن و خب نشوندنده اینه که برای نمادها روی -1 و -2 اینها هم تو روز بسیار بد بورس که کندل قرمزه مشتری بوده. این هم یکی از مواردیه، چون اگر که این 1500 میلیارد رو کف قیمت میرفت و صفحه فروش میرفت بیرون، امروز ما با اصلی 3-3.5% رو منفی میخوردیم و خب قطعا کندلمون خیلی بزرگتر از این باید میشد. 2% نه، 3-3.5 بعد من اینجا 1,580,000 رو بس میزد امروز، ولی خب نشوندهنده این هستش که یه ذره بالاخره این قضیه تاثیرگذار بوده. خب قیمت تتر هم 43,600 تومان هستش همونجور که مشاهده میکنید. ما به مرز 45 هزار تومان هم رسیده بودیم، یه ذره هم اینجا دلار عقب نشینی کرده. سکه هم الان به 22,700,000 رسیده، یعنی سکه ای که بالای 24-24.5 اینها هم دیدیمش، حدودای 25 هم تا رسیده بود، الان این هم 2.5 میلیون اومده عقب. و عرض کنم خدمتتون که این طبیعی هستش که بالاخره این شاید یک
تأثیر روی بازارهای مالی داشته باشه عقب نشینی قیمت دلار. البته این دائم نخواهد بود و من فکر میکنم بالاخره را میفته تا چند روز آینده یا حداقل تا آخر سال، حالا نگیم یه هفته آینده، بالاخره تا آخر سال دلار قیمتش دوباره بالاتر خواهد اومد. خب دلار جهانی هم که دیروز به اصطلاح یه تلاطم بزرگی داشت، به نحوی که با بازگشایی بازار آمریکا حتی تا 102 هم خودش رو تونست بالا بکشه. علتش هم این بود که دو سه تا از به اصطلاح گزارش هایی که در ارتباط با تولید ملی آمریکا PMI بیرون اومد نشون دهنده این بود که تولید رشد کرده و یهویی خیلی اومد بالا تا 102 اومد. بعد یهویی یه دونه شاخص دیگه اومد بیرون که توی اون شاخص تولید به اصطلاح اومده بود پایین و یک مرتبه یک عقبگرد خیلی به اصطلاح طولانی را انجام داد، مجدد اومد رسید به بودن 101.5. ولی با بازار آسیا و اروپا امروز فعلا روی 101.650 150 تا اومده بالا و خب باید منتظر بازار آمریکا باشیم. در این حین میشه گفتش که حالا بیت کوین مجدداً دیروز با بالا رفتن قیمت دلار، یعنی اون زمان که اینجوری کندله اومد بالا به اینجا رسید پایین اومد، ولی بعداً با پایین اومدن قیمت دلار بالا نرفت و شاید خیلی از معامله‌گران الان اینجوری استنباط کردن که این پیشروی دلاره که دیروز اومد تا 102 رسید مجدداً ادامه دار باشه، با توجه به اینکه یک هفته بیشتر فاصله نداریم با اعلام نرخ جدید بهره در فدرال رزرو و بالاخره این گزارش خوبی که برای PMI تو دو سه مورد اومد شاید که مجاب بکنن فدرال رزرو را که به سیاست تهاجمی خودش برای افزایش نرخ بهره ادامه بده. بیشتر معامله‌گران الان اینجور استنباط میکنن که دلار بتونه مجدد از این بالاتر بیاد به 102 و 103 و اینجاها برسه و به خاطر همین هستش که فعلا بیت کوین روی 22.5 مونده و امروز منتظر بازار آمریکا دوباره باید باشیم. اگه بازار آمریکا دو سه تا گزارش دیگه امروز قراره توش بیاد، اون دو سه تا گزارشه یه جورایی باشه که بازار قرمز بکنه و بیاد پایین، اون موقع شاید بیت کوین بتونه حرکت خودش رو شروع کنه بره بالا. ولی اگه دوباره گزارش ها خوب باشه و باعث بشه که دلار آمریکا کندلش سبز بشه بره بالا، به خاطر اینکه اگه گزارش ها خوب باشه احتمال افزایش نرخ بهره به اندازه 0.5 یا 0.75 تقویت میشه و اون موقع شاید دوباره بیت کوین با این چالش مواجه بشه. در حال بیت کوین زیر 1 میلیارد تومان معامله شد. تشکر از دوستان که بر ما کامنت میذارند. آقای مجید غلامی، آیدی حمید آرکا که به انگلیسی هم برای ما کامنت میذارند، آقا سجاد عرض کنم که میگن واچ لیست من بذارم. ببینید من نمیتونم به کسی بگم اینو بخر یا اونو نخر، چیکار بکن یا واچ لیستت این باشه و اینا. من در حال بررسی میکنم، زیر این ویدیو هم بنویسید اونایی که علاقمند هستید توی این هفته بررسی بشه. معمولا همین هایم که شما میگید ما بررسی میکنیم توشون اکانت ها نمادهای خوبی هستن دیگه. حالا وقتی که فیلترهای مقدار روشن بشن، یعنی الان خیلی از فیلترهای ما نشون نمیدن، حداقل اون فیلتر کف کانالیه ما روشن بشه، دو سه تا فیلتر دیگه همون یه چیزی اونجا نشون بدن، بعدا من اونها را بررسی میکنم که اگه علاقمند بودید وارد بشید. حالا فعلا اصلاح احتمال داره ادامه دار باشه تا 1.580 اینا برسه، اون موقع بستی برای پله اول ورود حاضر بود. تشکر از آیدی فرهاد، آیدی ای انگوری که اعتقاد دارن دلار موقتیه پایین اومدنش و بعد از عید به 70 تومان هم میرسه. آقای رازقی میگن که مگر شورای عالیه، این شورای رقابته، هم میگم عالی،
بخش شورای رقابت، یعنی بهتر شورای رانت شده. شورای رانت زیر نظر دولت نیست، چطور شده که ناسازگاری میکند؟ خب میگم ببینید همه اینا از یه جا میان، به قول معروف اینا چی میگن، شمر و یزید امام حسین تعزیند، تو تعزیه اون شمر و امام حسین با همدیگه میجنگن جلوی مردم، بعد میرن اون پشت میشینن چایی میخورن با همدیگه، میگند و میخندند زمان که میخوان به قول معروف بیان بازی میکنن جلوی مردم. شما فکر میکنید که حالا اون زد اونو کشت و نمیدونم اینا با هم دیگه دارن، ولی بعد با هم رفیق هم، این خبرها نیست. اینجا هم همینجوره دیگه، حالا فعلا یه نمایشی دارن جلوی ما بازی میکنن، ولی پشت کارش چرا، پشت قضیه جفتشون زیر نظر دولت هستن، در حال دولت جورایی شاید میخواد اینجا مظلوم نمایی کنه دیگه، یعنی بگه آقا ببینید من میخواستم این کار بکنم، فرضاً شورای رقابت نذاشت، شورای رانت نذاشت، اگر که این اتفاق افتاد بدونید که بعدن دیگه باید بگیم دولت رانت، دیگه موقع نمیگیم شورای رانت، میگیم دولت رانت، چون واقعا نمیشه که دیگه اینجوری مردم رو احمق فرض کنن. حالا شاید مثلا ما کاری از دستمون در نیاد انجام بدیم، ولی واقعا مشخص هستش که اینجا رانت از این قضیه، از این قضیه که تو این چند وقته نتونسته از این خودروهای پول بزرگی را کاسبی بکنه ناراحت هستش، و امیدوار هستم که واقعا اینجوری نباشه، یعنی واقعا دولت جلوش در بیاد. و اون سری هم گفتم اگر این دولت بتونه همین کارو بکنه، یعنی جلوی رانت سیمان و خودرو و فولاد بگیره، واقعا کار بزرگی کرده در اقتصاد. شاید مثلا یه سال دو سال پنج سال دیگه اینا خیلی جوابگو باشه، ولی واقعا اگه بخواد اینجوری پیش بره ما به یه فروپاشی اقتصادی هر روز داریم نزدیکتر میشیم. خب آقای آیدی ای ام گفتن که مقداری پول دارن و خب حدود 200 میلیون تومان مال بازنشستگی پدرشونه، آخر 99 بازنشسته شدن، تازه این پاداش 200 میلیون دادن، اگه اون موقع میدادن یه پژو میتونستن بخرن، الان یه پراید هم دیگه نمیتونن بخرن، از بورس هم میترسن. باشون صحبت کردم، قانع شدم که حالا بیان در بورس به شرکت های ساخت مسکن اعتماد آیا دارن یا ندارن، اعتماد کردن گویا، بیشتر میگن خودشون با فلزات و کارخونه فولادی اعتماد دارن، و حالا نظر شما مهمه. بعد نکته مهمش اینجاست، میگن که دوم ما میخوام پولشون رو بیان سرمایه گذاری کنن که فقط بتونن یه ماشین بخرن. ببینید خب این کار خیلی به صلاح این که یه نفر بخواد دوم ما، یه ما، دوم ما، سه ما بیاره پولشا، ما خیلی توصیه نمی کنیم اینجوری. این کسایی که وارد این بازار میشن، این مارکت میشن، معمولا اون دیدگاه بلند مدت دارن، سرمایه گذاری های بلند مدت دارن، حالا بالاخره خرید و فروش میکنن، ولی این گونه نیست که ما بگیم مثلا در دو ماه حتما تضمینه. شاید از همین الان اصلاح عمیق‌تر باشه، در حال این خطی که ما اینجا کشیدیم گفتیم که این حمایت اول ما هستش، مشخص نیست. چهار تا خبر میدن مثل همین بحثی که الان برای شورای رقابت پیش اومده و اتفاق که داره میفته، میاد تو حمایت بعدیه اینجاست، مثلا روی 1,400,000 تو همین دو ماهی که پدر شما میخواد مثلا وارد بکنه، واسه اینو در نظر بگی این بیاد مثلا به 1,400,000 بخوره، بعد برگرده بیاد بره مثلا تا 2,000,000، بعد مثلا این 6 ماه این بازه زمانی طول بکشه. خب بعد الان مثلا برای پله اول خرید خوبه، ولی معلوماتی نداره شما 200 میلیون رو میخری قطعا بره بالا، شاید هم نه. همین الان به حمایت اول که برخورد کرد، 1,600,000 که برخورد کرد، 4 تا خبر خوبم بیاد، بالاخره برگشت داشته باشه، بره بالا، همین الان بره تا 2,000,000. اینه که خب نمیشه گفتش تا دو ماه دیگه قراره چه اتفاق بیفته. این که اگر دیدگاه بلند مدت تری دارند، مثلا دیگه حداقل 1 سال 2 سال میخوان وارد این مارکت بشن، برنامه ریزی بکنن، وگرنه اینجوری بایستی این ریسک رو هم بپذیرن، در حال همه بازارهای مالی این ریسک رو داره دیگه. حالا اینکه بالاخره ایشون میتونستن خودروی بخرن و الان نمیتونن بخرن، واقعا جای تاسف داره که کشور ما اینجوری هستش و هر روز ارزش پولمون داره میاد پایین. پیشنهاد من این هستش که در هر حال اگر میتونید مجدد اومدن تو بورس کالا ارائه کردن خودروها را، حالا شاید خودروی هایما را بیان بدن، خب خیلی گرونه، اون خودروهای دیگه مثلا تارا و میدونم پژو 207 و چیزهای دیگه
که مثلا قیمت مطلوبی داره، به نظر من اگر که اونجا ثبت نام کنن خرید کنن بهتره. حالا مثلا اگه 100 میلیون هم گرونتر بشه، نهایتش اینه که اون زمان که خودشون تحویل میگیرن میفروشن یا خودروی دیگه ای میخرن. اینجوری شاید بهتر باشه که این کار انجام بدن تا بخواین ریسک رو در بورس بپذیرین. در حال هر بازار ریسک خودشو داره، اونجا هم بالاخره ریسکایی برای خودش داره، نمیگیم که اونجا بی ریسکه، بالاخره یه ریسکی هستش. ممنون از شما که توجه کردید، منتظر نظرات و کامنت های خوبتون هم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.